برنامه خدا و مهربان سلام و عصر بخیر به کاربر از یک خوش آمدید. آغازگر برنامه ما سرخط مهمترین اخبار اقتصادی. بحران سیاسی خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داد و فراخوانی باز هم از سوی جنرال موتورز. بحران سیاسی در خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت شده است. نارامی و گسترش های سیاسی در خاورمیانه و شمال افریقا به ویژه در مصر و عراق عرضه نفت را به مخاطره انداخته و باعث افزایش قیمت نفت شده است. جزئیات بیشتر. نارامی و گسترش تنش های سیاسی در خاورمیانه و شمال افریقا به ویژه در مصر و عراق عرضه نفت را به مخاطره انداخته و باعث بالا رفتن قیمت نفت شده است. کارشناسان نفتی احتمال بسته شدن کانال سوئیس و کاهش صادرات نفت عراق در 3 ماه گذشته را از عوامل اصلی افزایش قیمت نفت می دانند. سازمان انرژی بین المللی گفته است که خاورمیانه 35% نفت جهان را عرضه می کند. از سوی دیگر مصر کانال سوئیس و خط لوله خاورمیانه را کنترل می کند. روزانه 3,800,000 بشکه نفت خام و نفت پالایش شده از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل می کند. اخیراً ایران نیز به خاطر تحریم‌های غرب و منع استفاده از خط نفتی سومت مجبور شده است که روزانه حدود 100,000 بشکه نفت از طریق کانال سوئیس به ترکیه منتقل کند. کانال سوئیس در نزدیکی شهرهای قرار دارد که در سالیان اخیر شاهد نارامی و درگیری‌های خشونت بار بوده است. از این رو مسئله که سرمایه‌گذاران بازارهای بورس را نگران می‌کند آن است که چنانچه کانال به خط لوله مدیترانه سوئیس که این خط ظرفیت انتقال 900,000 بشکه در روز را دارد بسته شود، کشتی‌های نفتکش از خاورمیانه به اروپا مجبور خواهند شد با رفتن به دور شاخ آفریقا مسافت حدود 6,000 مایل را بیشتر بپیمایند که حدود 15 روز به طول خواهد کشید. کارشناسان نفتی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت نفت را نشت نفت و انفجارهای اخیر در لوله‌های نفتی عراق می‌دانند که صادرات نفت این کشور را برای 3 ماه متوالی کاهش داده است. صادرات نفت عراق در ماه جولای نسبت به ماه پیش خود کاهش یافت، عمدتاً ناشی از نشت نفت و حمله به لوله‌های نفتی به ویژه در منطقه کرکوک بوده است. عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق گفته است که میانگین صادرات نفت خام عراق در ماه جولای 2,324,000 بشکه در روز بود که روزانه 4,000 بشکه نسبت به ماه پیش خود کمتر بوده است. این سخنگو گفت که 2,144,000 بشکه از بندر بصره، 68,000 بشکه از طریق لوله های نفتی از کرکوک و 12,000 بشکه به وسیله کامیون های نفتکش به اردن صادر شده است. کاهش صادرات نفت عراق به دلیل افت صادرات نفت از منطقه نفتخیز کرکوک عراق به بندر جیهان در مدیترانه ترکیه بوده که عمدتاً ناشی از نشت نفت از خطوط و تجدید حملات به لوله های نفتی است. از 21 ماه جون تا به حال ارسال نفت از کرکوک به جیهان محدود به چند روز در ماه شده است. قیمت نفت روز جمعه گذشته برای 6 روز متوالی افزایش یافت. در بازار نفت نیویورک هر بشکه نفت خام سبک شیرین 107 دلار و 36 سنت داد و ستد شد و در بازار نفت لندن هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال 111 دلار و 17 سنت به فروش رفت. و فراخوانی از سوی جنرال موتورز. جنرال موتورز شرکت خودروسازی آمریکایی برای هزاران دستگاه از خودروی تولیدی خود به علت نقص فنی فراخوان داده است. جزئیات بیشتر. شرکت خودروسازی جنرال موتورز هزاران دستگاه خودروی خود را به علت نقص فنی فراخواند. به نقل از شینهوا، شرکت خودروسازی جنرال موتورز آمریکا حدود 340,000 دستگاه خودروی شورلایت کروز این شرکت را که در سالهای 2011 تا 2012 تولید شده اند به علت نقص در سامانه برک آنها فراخوانده است. بنا به نوشته رسانه های محلی دیترویت، این فراخوان 292,879 دستگاه خودروی شورلایت کروز در داخل آمریکا، 44,789 دستگاه در کانادا و 641 دستگاه در اسرائیل را در بر می‌گیرد. بر این اساس شرکت جنرال موتورز اعلام کرد تاکنون 27 مورد تصادف بر اثر این نقص فنی در خودروهای شورلایت کروز ساخت این شرکت ثبت شده است. گرفتن گاز از خط لوله پروژه تاپی نیاز به تأسیسات فنی برای ذخیره و توزیع گاز دارد. در این مورد بحث را تهیه دیدیم که توجهتان را بدان موضوع می‌دارم. اما پیش از آن با کاربر از یک خوش آمدین. آقای احمد زیازیا کارشناس امور اقتصادی را با خود دارین و در مورد پروژه خط لوله تاپی با ایشان صحبت میکنیم.
آقازیا به کاربر خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم. آقازیا، خب قبل از اینکه بریم روی موضوعات دیگه یا جزئیات پروژه تاپی صحبت بکنیم، در ابتدا میشه اهمیت پروژه تاپی رو در منطقه شما به بحث بگیریم؟ خب پروژه تاپی نه تنها که سبب اشتغال یا سبب فرصت‌های کاری یا شغلی در کشورها میشه، در کشورهای مخصوصا افغانستان، پاکستان و هند، نه تنها که سبب بلند رفتن عاید میشه، بلکه سبب مرفوع ساختن انرژی پاکستان و هندوستان میشه که اونا بیشتر نیاز دارن به انرژی. مثلا مخصوصا پاکستان که تقریبا در حدودی 24 ساعت 18 ساعت انرژی نداره و تصدی های تولیدی پاکستان مطلق نیازمند انرژی است و همچنان هندوستان که 80% انرژی خود از سایر کشورهای دیگه وارد میکنه. همچنان کشور خودم افغانستان هم مشکلات کمبود انرژی نه تنها که سبب رفاه اقتصادی میشه، بلکه سبب امن ساختن منطقه میشه، یعنی سبب ثبات امنیتی و سیاسی هم همچنان میشه. متاسفانه که مشکلات زیادی در فرار ازی تا پروژه وجود داره، مخصوصا در افغانستان اگر سرش بحث بکنیم مشکلات امنیتی وجود داره، با وجود از اینکه گفته میشه که در حدود 400 میلیون دلار سالانه عاید خواهد داشت، در حدود 7000 نفر ممکن که برشان فرصت های شغلی ایجاد شوه، ولی کشوری پاکستان و نسبت بیمیلی پاکستان و نسبت مخالفت بسیار جدی ایران، این پروژه کارش تقریبا بسیار بطی شده و سلو شده. قرار بود که در سال 2014 چون بحثای تاپی در اواخر 2009 و در اوایل 2010 ایجاد شده بود و قرار بود که در سال 2014 این پروژه به بهره برداری سپرده شود، ولی مشکلاتی که بین کشور هند و پاکستان وجود داره و مشکلاتی که بعدا در بین کشورهای ایالات متحده آمریکا و پاکستان ایجاد شد، ایران و پاکستان به شکل دو جانبه سر پروژه به نام آی پی کار کردن. بله. تا ای که ایران از اسلویه تا ایران شهر در حدود 900 کیلومتر خط لوله را احداث کرد. بله. و در حدود 1 میلیارد دلار به پاکستان وعده سپرد که خط لوله که 780 کیلومتر باید در خاک پاکستان ایجاد شود، مصارف از رو بپردازه، یک مقدار به شکل پول نقد و یک مقدار به شکل که مرزونا وسایل و تجهیزات تهیه بکنه. سبب شده که بحث تاپی بالاخره آهسته آهسته از میان برداشته شود، ولی در داخل افغانستان با وجودی که افغانستان فقط یک مسیر است برای این پروژه، فروشنده اصلی گاز ترکمنستان است و تقاضا کننده اصلی برای گاز ایران، ببخشید، پاکستان و هند است. افغانستان فقط یک خط وصل است. بان که در کشوری فروشنده و کشوری که خریدار است هیچ بحثی وجود نداره، ولی افغانستان بعضی اوقات بحثا را ایجاد میکنه به شکل وقفه یک ماه بعد، دو ماه بعد یک موضوع را میخواین داغ بسازن، در حالی که هیچ امکاناتی برای وجود نداره، هیچ هنوز بحثای سرزی صورت نگرفته. بعضی اوقات حتی گپ تا جایی میرسه که اونا سر توزیع گاز در داخل کشور هم بحث میکنن. بله آقا، شما یعنی این موضوع یا جنبی از این که چقدر این پروژه جنبی عملی داشته باشه، خب شما گفتین تقریبا 10 سال میشه روی ازی بحثا صورت میگیره و قرار بود تا سال 2014 این پروژه تکمیل شود، و شما میگین این بحث هاییست که فقط در داخل افغانستان صورت میگیره، کشور که انتقال دهنده و کشور که متقاضی است هیچ گپ در اونجا وجود نداره. یعنی شما کاملا رد میکنید گزارش هایی که به نشر میرسد در مورد پروژه تاپی و کار در پروژه تاپی؟ یعنی شخصا ما تقریبا اگر بگویم که دهها بحث داشتیم، صدها نه، به دهها بحث داشتیم در رسانه در طول چند سال گذشته، مخصوصا از سال 2010 به این طرف که امروز و فردا کار از پروژه شروع میشه، ولی وقتی که ما مطالعه خود می داشتیم از وضعیت منطقه و از مشکلاتی که در سر را وجود داره، ما رد نکردم که گویا کار از عملی نیست. با وجودی که من یک افغان هستم و بسیار یعنی مایل دارم که پروژه عملی شود، در طول 10 سال گذشته یگان دستاوردی برای دولت افغانستان همی خواد بود که اگر پروژه تاپی عملی شود، ولی متاسفانه امکانات عملی شدنش بسیار محدود است، به خاطر از اینکه پاکستان میتونه که بدون از اینکه کدام مصرف داشته باشه یا نیاز به پول زیادی داشته باشه گاز بسیار
مناسبه به دست بیاره. و از طرف دیگه رقیب اقتصادی و رقیب نظامی و رقیب سیاسی که هند است برای پاکستان میتونه او را محروم بکنه از این پروژه. ایران که بسیار شدید نیازمند دیزی است که باید گاز خود صادر بکنه به کشورها و به خاطر اینکه تظاهرات اروپا بله. اقتصاد ایران فوق العاده تهدید میکنه. ایران به هر شکلی که خواسته باشه میخواد که توانسته باشه میخواد که بالاخره یک خریدار مناسب داشته باشه. روی همین دلیل است که من مصارف احداث لوله را در خاک خودم به عهده گرفت و یک مقدار شاتا در بشه البته به شکل قرض در خاک پاکستانم به عهده گرفت تا توانسته باشه که به یک نوع دور زده باشه از تظاهرات و بتونه که گاز خود به فروش برسونه. اون برها سوی خود ایرانیان عنوان میشه که آمریکا در این پروژهشان مداخله میکنه و مشکلات ایجاد میکنه. اصلا بس روی پروژه سول بود. پروژه سول پروژه‌ای بود که گاز ایران از طریق به پاکستان و از طریق پاکستان به هندوستان انتقال میداد و بسیار یک حجم زیاد بود، تقریبا سالانه 250 میلیون متر مکعب گاز بود. بله. و این یک چیزی فوق العاده زیاد بود. خب مشکلاتی که بین هند و پاکستان وجود داشت و بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا یک قرارداد استراتژیک اتمی را با هند میپیونده، بالاخره هند مجبور میشه که از این پروژه عقب بره. وقتی هند عقب میره بس روی پروژه تاپی ایجاد میشه، یعنی ایوازی گاز که از ایران صادر میشه با پاکستان و هند باید گاز ترکمنستان صادر شوه. روی همین دلیل بود که پاکستان و هند با مجرد متوقف شدن بس روی پروژه سول و آغاز بس روی پروژه تاپی، پاکستان و ایران به شکل دو جانبه بالای پروژه آی پی بس کردن و به خاطر فشارهای ایالات متحده آمریکا تا دیر زمانی با وجودی که کار عملی احداث خط لوله در خاک ایران جریان داشت، ولی توافقی که رسانه‌ای باشه یا آشکار باشه صورت نگرفته بود. بالاخره تا که لوله تا مرز بین پاکستان و تا مرز سفری بین پاکستان و ایران رسید و اونا مجبور بودن که افتتاح بکنن. هم رئیس جمهوری گذشته جمهوری اسلامی ایران و هم رئیس جمهوری گذشته پاکستان رسما این را احداث کردن و حتی پاکستان گفت که ما هیچ گاهی تحت تاثیر ایالات متحده آمریکا نخواد رفتیم و این یک نیاز ماست و ما نیاز خود باید مرفوع بکنیم. اما این مشکلات ایجاد بکنه تحریم های غرب، خصوصا تحریم آمریکا علیه ایران، خب پاسخ پاکستان به نظر شما چی خواهد؟ خب دی شک نیست که نفت و گاز و حتی سیستم مالی و بانکداری و بعضی پروژه دیگه ایران در ساحه تحریم ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار داره. خب ایران با وجودی که تحت تحریم قرار داره اما میخواد که صادرات خود داشته باشه و برای خود بازاریابی بکنه. اما کشورهای متقاضی جلو متقاضی پاکستان است. با پاکستان بسیار واضح و اشکار گفت و حتی یعنی دو رئیس جمهور دو وزرای خارجه که هیلری کلینتون بود و از طرف دیگه هم هینا ربانی بود به مو شکل به مو انداز خانم ها بین هم دیگر طور تبادله بسیار بسیار شدید گپ ها داشتن و گفتن که ما اونا گفتن که شما باید متوقف بکنین و هیچ گانه میتونه هیلری کلینتون گفت و به خاطر از اینکه شما هم تحریم خواهد شدین، ولی جانب پاکستان گفت که ما قطعا پروای تحریم ها نداریم، ما شدیدا نیاز به انرژی داریم و ما مجبور هستیم که انرژی خود مرفوع بکنیم. تشکر. پس از وقفه برمیگردیم با ما باشیم. در ادامه بحث خوش آمدین. خب آقای زیا، خب این که افغانستان یک مسیر است که خط لوله تاپی از اینجا انتقال میکنه، با آن هم افغانستان پیمان خرید گاز ترکمنستان امضا کرده، ولی گفته شده که باید تاسیسات در این مسیر ساخته شود به خاطر تاسیسات فنی، به خاطر ذخیره و توزیع گاز مایع. خب در این مورد میخوایم نظر شما رو داشته باشیم. شما میگین گرچه کار آغاز نشده ولی طرها و پیشنهادات که صورت گرفته به خاطر تاسیسات فنی، به خاطر ذخیره و توزیع گاز مایع، اینا شما چگونه ارزیابی میکنید؟ خب، رد میکنید وقتی کار پروژه عملی میشه و به اتمام میرسه، خط لوله احداث میشه، انتقال گاز صورت میگیره، ما هم در همین قرارداد حق داریم که از گاز استفاده بکنیم.
و مقدارش هم مشخص شده، حتی میگن که قیمتش هم یک مقدار نازل تر است برای ما. بله. و ما مکلف هستیم که باید ما تأسیسات بر ذخایر داشته باشیم و شبکه بر توزیع گاز داشته باشیم. بله. چی برای خانه ها باشه و چی هم برای تصدی هایی که تولیدی باشه. خب دیگه شکی نیست که یکی از عوامل تولید که بسیار مهم است و انرژی است و ما شدیدا نیازمند انرژی هستیم، با وجود اینکه ما یعنی انرژی که گازی باشه برای تولید خود ما داریم، اگر ما بتانیم که او را به شکل درست توزیع بکنیم یا از او استفاده بکنیم، میتانیم ما از گاز شبرغان استفاده مؤثر بکنیم. یعنی نیازی نیست که ما از گاز وارداتی، به خاطر اینکه سطح تولید در اونجا قدر بلند نیست که ما شدیدا نیاز به یعنی انرژی داشته باشیم. افغانستان تا هنوز یک کشور تولیدی نیست و اگر بالاخره میره افغانستان به طرف تولید شدن، خوب است که از یک فرصت است و از فرصت استفاده بکنم. به باور ما اول باید ما خود مطمئن بسازیم که پروژه عملی شدنی است و کار پروژه باید آغاز شود، بعد از او باید ما تدارک داشته. خوب است که ما به فکر ازی باشیم که اگر در آینده پروژه عملی میشه، خط لوله اهداس میشه، ما باید یک پلان داشته باشیم برای توزیع، برای ذخایر گازش که چگونه از او استفاده بکنیم و چگونه رو ذخیره بکنیم، در کدام قسمت ها باید دوره به کار ببریم. این یک پلان مقدماتی است که ما باید داشته باشیم، ولی تا که کار پروژه آی پی به شکل کاملا متوقف نشه و پاکستان انصراف خوده الان اعلان نکنه از پروژه آی پی، پروژه تاپی قطعا عملی شدنی نیست، به خاطر از اینکه پاکستان، خب ایران میخواد که بالاخره گاز خود به فروش برسانه، به خاطر از اینکه اونا در فارس جنوبی حوزه مشترک دارن با قطر و قطر بسیار به شکل سرسام‌آور از این ذخایر استفاده میکنه و طبعا سبب کاهش ذخایر ایران در فارس جنوبی میشه. ایران پاکستان بنابر چند دلایل نمیخواد که پروژه تاپی عملی شود. از یک طرف میتونه که انرژی مناسب با قیمت مناسب که میتونه نیازمندی پاکستان مرفوع بکنه به دست بیاره، یک دلیل. دلیل دیگه، پاکستان نمیخواد که تاپی عملی شود که رقیب اصلیش که هند است، او باید از انرژی محروم بونه. دلیل دیگه که پاکستان نمیخواد که هند راست چی خود بود در مقابل. دلیل دیگه که پاکستان نمیخواد که پروژه عملی شود است که با عملی شدن پروژه پاکستان افغانستان از لحاظ اقتصادی یک مقدار با پای خود میسته و این پروژه میتونه که سبب امنیت شود در افغانستان و وضعیت افغانستان رو به بهبود خواهد بود. در شک نیست که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان قطعا نمیخواد که وضعیت در افغانستان به طرف بهبود بره و یگانه دلیلی که ما هنوزم در حالت جنگ و بدبختی و فقر به سر میبریم همین کشور هاسته. خب روی نمی دلایل پاکستان میل نداره که پروژه تاپی عملی شوه و ایران عمدن مخالفت خود نشان میده با عملی شدن این پروژه. از یک طرف میتونه که وضعیت در افغانستان ناامن بسازه، چون این در از ولایت های غربی و قسم جنوب شرقی عبور میکنه. آقا اینجا نقش سه کشور پس میمونه، افغانستان، ترکمنستان و هندوستان. بله. که خب افغانستان مسیر است به خاطر انتقال خط لوله تاپی، خب هندوستان و پاکستان متقاضیان هستند و صادرکننده کشور ترکمنستان است. خب وقتی که ایران و پاکستان مشکل آفرینی میکنن و اینجا استیکاک به وجود میارن، خب این کشور دیگه چی عکس العمل خود داشتن؟ خب ترکمنستان وقتی کسی خریدار نباشه و امکانات عملیش نداشته باشه، قطعا نمیتونه که فشار وارد بکنه که شما باید گاز ببرین از ما. افغانستان هم نمیتونه که ادعا بکنه که حتما شما باید از این مسیر گاز عبور بدین و هند هم وقتی که بر شما ایجاد شده باشه، جز اینکه فشارهای متقابلی که اگر داشته باشه از استفاده بکنه، نمیتونه که بالای پاکستان فشار وارد بکنه که چرا نمیخوای که در پروژه تاپی دخیل شوی. خب پاکستان نمیخوای، میتونه انرژی خود از باز من خدمت شما عرض میکنم که به قیمت مناسب و به شکل نازل به دست بیاره، چیزی که بهش نیاز داره. روی امید دلیل است که پروژه تاپی یعنی امکانات عملی شدنش در آینده نزدیک با باور ما قطعا منطقی نیست و نباید ما از هان دیگرها را پاشان بسازیم که گویا ما شبکه ایجاد میکنیم، ما ذخایر ایجاد میکنیم و ما مچه میکنیم، ما او میکنیم. خوب است که اول ما باید بفهمیم که پروژه عملی میشه. بله. خب آقای زیاد گفته شده به زودترین فرصت کار روی این پروژه آغاز میشه و به خاطر اینکه خب 700 کیلومتر از خط لوله از افغانستان عبور میکنه، به خاطر بهره برداری و امنیت بهتر این خط لوله باید خب نیروی ویژه آموزش ببینن تا بتونن امنیت بهتر از اینجا
فراهم بسازن. به نظر شما با چقدر زمان نیاز خود بود تا این نیروی ویژه آماده شود؟ خب در قسمت نیرو ما چیز گفته نمیتونم، ولی من برتان میگم که اگر پاکستان چون آقای زیاد ببخشید اگر... ما شاید دیدیم که خب زمان زیاد را ما داریم از دست میتیم، دلیل هیچ حرسه کار بنیادی صورت نگرفته، همیشه از نام برده میشه که خب زمان کافی ما نداشتیم یا وقت نبود. فکر میکنین اگر کار پروژه آغاز شود میتونیم با چقدر زمان ما نیروی ویژه خود آماده بسازیم؟ خب. یا بازم کدوم بهانه خطا بود؟ خب بر شما معلوم است که از مناطقی که عبور میکنه مناطق فوق العاده ناامن است. بله. از ولایت هرات، از ولایت فرا و از ولایت هلمند و از ولایت قندار قرار است که اگر عملی میشه و کار از آغاز پیدا میکنه یک قسمت زیادی از این خط لوله شاید زیر زمین باشه. یعنی در اون صورت بازو قدر امنیت رو تهدید نمیکنه. بله. از طرف دیگه هم که اگر کار ایجاد شوی پروژه بزرگ است، در حدود پروژه 10 میلیارد دلاری هستن و وقتی که پروژه‌ای که پول داشته باشه مسائل امنیتش و مسائل آماده ساختن نیرو برای امنیت این پروژه و قدر کار مشکل نیست. به زودترین فرصت ما قشر جوان فوق العاده بیکار داریم و اگر یک معاش درستی بر ازو پرداخته شود، یک مزد درست بر ازونا پرداخته شود، مناسب حالشان باشه، مطمئنن که در قسمت امنیتش چون پروژه بسیار بزرگ است و روی امید است که من خدمت شما قبلا هم عرض کردم که نه تنها که باعث بلند رفتن رفاه و رفاه اقتصادی میشه، باعث ثبات منطقه هم میشه، نه تنها افغانستان، ثبات منطقه. و اگر از این مسیر عبور بکنه تقریبا از ناحی امنیت و از ناحی بی‌ثباتی افغانستان در آینده قدر نخواهد رنج. بله آقا زیا، خب در آخر در قسمت از این خب نظر شما رو می‌خوایم در مورد ایجاد کارخانه های تولید برق داشته باشیم. زمانی که خط از خب گاز از اینجا ذخیره میشه و ما میتونیم از گازش استفاده بکنیم، گاز خریداری بکنیم، کارخانه های تولید برق ایجاد شود تا بتونه این گاز به انرژی برق تبدیل کرده بالای دولت و یا بخشایی که تولیدی هستن به فروش برسه، اصلا شما چقدر موثر ارزی بیدید؟ اصلا قطعا منطق نداره. خب گاز یکی از انرژی است که میتونه که ما با استفاده از او انرژی برق تولید بکنیم. بله. یکی از منابع هسته چون ما با کمبود انرژی برق مواجه هستیم. ولی خوشبختانه ما برای انرژی تولید انرژی برق منابع خوبی که آب است داریم و انرژی که از آب تولید میشه بسیار صحی و بسیار ارزان و بسیار مناسب است. اگر ما انرژی برق از گاز تولید میکنیم به این معنی که محیط آلوده میسازیم، به خاطر که یک چیز میسوزانیم تا یک چیز دیگه تولید میکنیم. ولی ما اگر از آب انرژی تولید میکنیم برای ما فوق العاده اقتصادی است و فوق العاده مناسب است و برای محیط زیست ما هم بسیار مفید است، برای دامپروری، برای زراعت و بر سایر موارد دیگه ما از استفاده می‌کنیم. یعنی شما به جای ایجاد کارخانه های تولید قطعا برای هر آن کسی که یا هر فردی که یا هر اداری که طرح داده که ما باید انرژی برق از گاز به دست بیاریم و از گاز تولید بکنیم منطق نداره و و و و نباید همونطور تغییر خب بکنه. خب در قسمت آب ما مدیریت ضعیف داشته باشیم، امی امکانات نداشته باشیم، اگر خب امکانات ایجاد شوه و به وجود بیاد که از گاز انرژی برق ما به دست بیاریم، این شما مشکل آفرین میدونیم مطلق. من خدمت شما عرض بکنم ما آبی که مفت در اختیار داریم از این نمیتونیم که برق تولید بکنیم. گازی که از خارج وارد میکنیم با پول میخریم و با زور مدیریت میکنیم از او برق تولید میکنیم قطعا منطق اقتصادی نداره و نبایدم چنین کار شوه. تشکر آقای زیا از حضورتون در کاروار. این بود برنامه امروز که تقدیمتان شد. از توجه و همراهیتان تشکر. از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی با همکاران بخش خبرمون نیز باشید. خدا نگهدار.